به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما توی یکی دو جلسه قبل یه مقدار راجع به بحث برآورد نقطه‌ای صحبت کردیم. کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که اول از همه خب یه ذره میخوایم راجع به کسان یک برآوردگر چقدر خوب کار میکنه صحبت کنیم، راجع به در حقیقت کارایی یه برآوردگر، و بعدش حالا راجع به دو تا ایده کلی برآوردگرا میخوایم صحبت کنیم. یکی برآوردگرای گشتاوریه یا حالا برآورد گشتاوری، و یکی هم راجع به برآوردگر درست نمای پیشینه انشالله سعی میکنیم که صحبت کنیم، که حالا میگم هر کدوم از این دوتا هم چیه و چه شکلیه. خب ببینید بچه ها، قصه کلن برآورد و برآوردگر چی بودش؟ نکته این بود که خب ما یه پارامتری مثل ثتا از جامعه داریم و در حقیقت این ممکنه یک کمیتی از جامعه است که یه عدد ثابتیه، یک عدد غیر تصادفیه، و ما میخواییم یک برآوردی از تتا بسازیم، یه برآوردگر احتمالاً تصادفی از تتا، و سوال این که چقدر ایکس تتا رو خوب برآورد میکنه. توی در حقیقت از اینکه مثلا مثالایی زدیم، مثلا فرض کنیم ما میخواستیم میانگین یک جامعه رو، میانگین یه کمیتی از جامعه رو برآورد کنیم، بعد مثلا خب یه نمونه تصادفی میگرفتیم، بعد میانگین نمونه مثلا میانگین واقعی رو سعی کردیم تخمین بزنیم. سوال اینه که خب من میخوام ببینم چقدر ایکس این برآوردگری که ساختم، ایکس هم منظورم برآوردگره، حالا بذارید میخواییم حرفش رو عوض کنم به خاطر اینکه حالا ایکس رو معمولا واسه یه مشاهداتمون استفاده میکنیم، خود فتاحت رو بذاریم که اصلا بهترین گزینه است. و سوال اینه که چقدر فتاحت داره فتا رو خوب برآورد میکنه. خب این کیفیت برآورد رو من چجوری اندازه بگیرم، چجوری تصمیم بگیرم که یک برآوردگری داره خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه، چه شکلی رو اندازه بگیرم؟ ایده‌ای دارید؟ اگه کسی ایده‌ای داره میتونه دستش رو ببره بالا، داوطلب شه و مطرح کنه. مثلا با اختلاف ستا، با ستا حد به توان دو، با اندازه گیری خطا. خب دقیقه این دوتا دوستمون تقریبا، یعنی خب خانم لباف یه ایده کلی رو گفتن، آیه فلاحتی سعی میکنن که یک مصداقی از این ایده کلی رو بگن. خب ایده تقریبا همچین چیزیه، مثلا ما یکی از متداولترین ایده ها برای اندازه گیری میزان خطا اینه که ببینید، حالا دیگه از اینجا بعد همه ایکسه، بذارید پس من بچه اینو برگردونم به همون ایکس به جهت تا حد، به خاطر که صفحه بعد من همه رو با ایکس نوشتم. پس فرض کنید تتا یه پارامتری از جامعه است و منم یه کمیتی مثل ایکس به عنوان برآوردش دارم. در حقیقت یکی از متداول‌ترین ایده ها برای این که من ببینم که این ایکس چقدر برآورد خوبی از تتاه اینه که بیام یه کمیتی به اسم متوسط مربع خطا رو اندازه بگیرم، که حالا به طور مخفف هم بهش میگیم MSE، که هم مخفف مین اسکوئرد اروره. در حقیقت X یه این برآوردگر منه. خب برآوردگر من معمولا تصادفیه، که این تصادف حالا ممکن است تصادف نمونه گیری بیاد یا حالا به دلیل دیگه من یه تصادفی داشته باشم. ثتا هم پارامتر واقعیمه. خب و من کاری که میتونم بکنم اینه که بیام x منهای ثتا به توان دو نگاه کنم. خب این
اختلاف ایکس و تتا رو داره نشون میده، به توان دو میگیرم که همواره یه عدد مثبت باشه، چه کمتر چه بیشتر حد بزن من دارم سوتی میدم، بنابراین توان دو میگیرم که منفی و مثبت جفتش یه چیز بشه نتیجهش. و خب طبعا معمولا هم توان دو رو به قدر مطلق ترجیح میدیم، به خاطر اینکه خب توان دو بلدیم باش ازش مشتق بگیریم و اینا. و میام متوسطش رو نگاه میکنم، این داره به من میگه که on average به طور متوسط من چقدر در تخمین تتا با x دارم بد عمل میکنم. وقتی تتا رو به کمک x برآورد میکنم و توان دو این تخمین رو نگاه میکنم، اختلاف رو نگاه میکنم، چقدر به طور متوسط خطا دارم. خب این کمیت رو من یه ذره میخوام سعی کنم بازش کنم. من x منهای تتا و توان دو، دقتتون که x خودش یک برآوردگر تصادفیه دیگه، بنابراین یه متوسطی داره خود x، خب یه میو xی داره که برای این که مشخص بشه میو x هست امید x. خب این برآوردگری که من میسازم به صورت متوسط، دقت کنید که لزوماً متوسطش که با خود تتا برابر نیست، یک متوسطی داره، اسم متوسطش رو من میذارم میو ایکس که یه عدد ثابت. خب یه میو ایکس اگه من یک کم و زیاد بکنم تو این رابطه و توان دو رو باز کنم، جمله اول به من این دوتا رو با هم بگیرم، یه امید ایکس منهای میو ایکس به توان دو میده، بعد یه دو برابره امید x منهای میو x ضرب در میو x منهای تتا بهم میده. دقت کنید که هم میو x ثابته هم تتا ثابته، برای میو x منهای تتا از امید ریاضی میاد بیرون، اینو خودشو نوشتم اینجا، و یه امید میو x منهای تتا به توان دو میده که خب باز دوباره عدد ثابته، برای من میشه خود میو x منهای تتا به توان دو. خب دقت کنید که امید x منهای میو x خودش صفره دیگه، چون امید x همون دقیقاً میو x، برای من این میشه اینو میو ایکسش رو بیارم دوباره از امید بیرون، میشه میو ایکس منهای میو ایکس که میشه صفر. پس این جمله از بین میره میشه صفر. این جمله اول امید ایکس منهای میو ایکس به توان دوه که خب میشه واریانس ایکس، دقیقا خب این تعریف واریانس ایکسه. این هم که میو ایکس منهای تتا به توان دو خودش یه عدد ثابته که اینجا می‌نویسیم. در حقیقت ما به این میو ایکس منهای تتا میگیم اوریبی. خب در حقیقت این معنیش اینه که حالا یا خودش یا منفیش، خیلی حالا اختلاف نظر بین علمای ذره که به خود میو ایکس منهای تتا میگیم اوریبی یا به تتای منهای میو ایکس میگیم اوریبی. معمولا برعکسش شاید متداول تر بشه، بخاطر من یه به اضافه منهای اوریبی اینجا میذارم. و بنابراین در حقیقت متوسط مربع خطای من به دو تیکه تقسیم شد، یه قسمت واریانس x، یه قسمت اوریبی x به توان دو. به این چی رابطه ای هم که اینجا به دست داریم بهش میگیم تجزیه اوریبی واریانس. خب یعنی من متوسط مربع خطا اومدم به دو تیکه واریانس و اوریبی شکستم، خب اوریبی به توان دو. در حقیقت دقت کنید که اصلا ما چرا در حقیقت حالا بخوام ببینم که یعنی به طور متوسط چقدر خطا داریم، این داره میگه که خطای متوسط حالا تواندوی خطای شما به دو عامل بستگی داره. عامل اول اینه که on average کلن چقدر x داره بد فتا رو تخمین میزنه خود x، یعنی آیا اصلا average x آیا دقیقا رو فتا افتاده یا نه، این میو x منهای فتا رو داره نگاه میکنه. اگه on average میو ایکس دقیقاً خود میو ایکس دقیقاً مساوی تتا باشه، یعنی میگه on average میو ایکس دقیقاً داره خود تتا رو تخمین میزنه، خب این برمونبر تتا نگرفت. میگه یکی به این ربط داره، قسمت دوم به این ربط داره که خب چقدر اصلا من واریانس دارم، ایکس من چقدر پرت و پلا میشه از نسبت به همون میویی که قرار داشت باشه، چقدر از میوش فاصله میگیره، چقدر پخش و پلا میشه. خب در حقیقت واریانس معیاری از پخش بود، این داره معیاری از این که چقدر من آن اوریج دارم درست نگاه میکنم. اوکی خب من الان به این که نگاه میکنم به نظر میتونه اصلا سوال طبیعی که هستش اینه که خب آقا اصلا واریانس از کجا ایجاد میشه؟ وقتی از اینجا ایجاد میشه که من دارم برآوردگر
تصادفی میسازم، یعنی برآوردگر من دترمینیستیک بود یا متعین بود به قول معروف، یعنی یک مقدار ثابت داشت، قشنگ تصادفی نداشت، مقدار قطعی داشت در حقیقت. یه مقدار قطعی داشت، خب من هیچ واریانسی نداشتم دیگه، چرا اصلا من باید بیام از برآوردگری تصادفی استفاده کنم که حالا یه واریانسی هم ایجاد بشه اینجا؟ چرا به نظرتون؟ خب در حقیقت جوابی که دوستتون داره میگه چون هر بار اصلا تصادفی سمپل از جامعه در نظر میگیریم، در حقیقت صحبت دوست داره میگه ما مجبوریم با برآوردگرهای تصادفی کار کنیم. این وقتی من مثلا سمپل تصادفی از جامعه گرفتم مثلا با واسه پارامتر برآوردگر ساختم، خب این خود به خود برآوردگری تصادفی میشه دیگه. برای من گزینه‌ای نه، در حقیقت من میتونم یک برآوردگرهای غیر تصادفی بسازم، ولی مثلا فرض کنید که من میخوام میانگین جامعه رو حدس بزنم. برآوردگر دترمینیستیک یعنی چی میشه؟ من مثلا میگم بدون اینکه بیام نمونه بگیرم میانگین رو سعی کنم تخمین بزنم، و خب احتمال خیلی زیاد احتمال درسته این واریانس صفر میشه اگه من همچین کارو بکنم. مثلا به من میگن الان معدل بچهای کلاس و معدل مثلا درس مثلا ریاضی عمومیشون رو تخمین بزن، میانگین درس ریاضی که بچهای کلاس آمار رو تخمین بزن، من میام برگردم بگم 15، مثلا نه سمپلی بگیرم نه هیچ چیزی، بگم 15. خب این 15ی که من دارم میگم واریانس نداره، خب همیشه 15. ولی خب همتون حس دارید که داداش کاری که تو کردی اصلا نیومدی ببینی ما بچهای زرنگی بودیم، بچهای تنبلی بودیم، شاید از قضا این بچهای آمار خیلی بچهای زرنگی بودن، معدلشون 19 بود، شاید خیلی تنبل بودن معدلشون 11 بود، تو بیا یه 6 تا نمونه تصادفی بگیر ببین آقا این 6 نفر مثلا نمراتشون بیشتر نزدیک 20 یا نزدیک 10، بعدن تصمیم بگیر که میخوای 15 بگی یا 20 بگی یا 8 بگی. اوکی، پس در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من میتونم برآوردگر دترمینیستیک بشم 15، ولی احتمالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که اوریبی خیلی زیادی پیدا میکنم. دقت کنید که مربع خطا ترکیبی از این دوتاست، متوسط مربع خطا، هم این مهمه هم این مهمه، یعنی من هم واریانس برام مهمه هم اوریبی. در حقیقت من یه نقاشی خیلی مورد علاقه ای دارم برای این تجزیه اوریبی واریانس. فرض کنید که من یک تیراندازی دارم میخواد یک هدفی رو بزنه، خب طب خب این نقطه وسط بیشترین امتیاز رو داره. توی این عکس سمت چپ به نظر میرسه این تیرانداز به طور متوسط داره واقعا این مرکز رو نشونه میگیره، یه موقع یه ذره چپ میزنه، یه موقع یه ذره راست میزنه، یه موقع یه ذره بالا میزنه، یه موقع یه ذره پایین میزنه. نگاه میکنیم به نظر میرسه به طور متوسط واقعا داره مرکز رو میزنه، ولی خیلی داره پخش و پلا میزنه، انگار که این یه تیراندازیه که داره درست نشونه میگیره ولی مثلا دستش زیادی میلرزه، خب مثلا لرزش دست داره. اوکی، یعنی هدفو داره درست انتخاب میکنه ولی انقدر لرزش دست داره، خب یه دفعه چپ میزنه یه دفعه راست میزنه یه بالا میزنه یه دفعه پایین میزنه. اوکی، در حقیقت اینجا به نظر میرسه من برآوردگرم. به زبون اوریبی واریانس چه اتفاقی براش میفته؟ توی این اکس سمت چپ واریانس زیاد بایاس کم، در حقیقت واریانس زیادی دارم، خیلی پخش و پلا دارم کار میکنم، ولی اوریبی خیلی کمی دارم، یا اصلا ندارم یا خیلی کم. خب به نظر مثلا با هم قیابه با این پنجتا نمیشه گفتش، ولی ظاهرش به نظر میاد که از این پنجتا احتمالا اوریبی کمی داریم، ولی خب واریانس هم زیاد. اوکی، این به طور متوسط واقعا دارم هدف رو میزنم. این یکی رو نگاه کنید، خب به نظر میرسه یه تیراندازیه که واریانس خیلی کمی داره، خب ولی یه مقدار اوریبی داره، انگار مثلا اصلا یه جای اینجاها رو نشونه گرفته داره تیراندازی میکنه به جایی که بیاد اینجا رو نشونه بگیره تیراندازی کنه. مثلا این میمونه که این یه تیراندازیه که پای دور پایه داره واسه تفنگش، به
به خاطر همین خیلی لرزش و اینا نداره، مثل این لرزش نداره دستش. ولی اتفاقی که افتاده اینه که مثلا چم دارم این مگسکش که باید باش مثلا هدف رو بگیره انگار تنظیم نیست، اون اینجا رو که هدف میگیره توپنگش اینجا میزنه. در حقیقت این به نظر میسه یک ایراد سیستماتیکی داره، به طور سیستماتیکی یه جای اشتباهی رو هدف گرفته. اوکی؟ در حقیقت این خیلی اوریب، این واریانس خیلی کمی داره، ولی به نظر میسه یه مقدار واقعا معقولی اوریبی داره، یعنی اصلا یه جای دیگر رو هدف گرفته. خب و این یکی آخری به نظر میرسه یه کسی که هم اوریبیش پایینه، هم واریانسش پایینه، هم خیلی تیراش متمرکز نزدیکی یه نقطه داره میخوره، خب هم اون نقطه‌ای که متمرکز داره ولش میخوره واقعا به نظر میرسه همین مرکزیه که من میخوام، مثل این یکی نیستش که جای اشتباهی رو داره هدف میگیره. پس ببینی در حقیقت امتیازی که من از بازی تیراندازی میگیرم به چی ربط داره؟ به این که هم درست هدف بگیرم، هم کم واریانس هدفم رو بزنم. اینجا درست هدف گرفتم ولی پخش و پلا دارم میزنم، اینجا خیلی متمرکز دارم میزنم ولی اشتباه هدف گرفتم، این یکی هم درست هدف گرفت، این آخری هم درست هدف گرفتم هم دارم متمرکز میزنم. اوکی؟ پس در حقیقت ما خوشحال میشیم که حتی امکان هم اوریبیمون کم باشه، یعنی هم به طور متوسط دو جای درست بزنیم، هم پخشمون کم باشه، واریانس کمی داشته باشه. و خب بعضا ممکنه من یک کدومو در ازای یک کدوم دیگه یه ذره قربانی کنم، یعنی من بگم یه ذره من واریانس میپذیرم در ازای اینکه اوریبیم بیاد پایین. این اصلا کاریه که من با نمونه گیری تصادفی دارم میکنم. وقتی نمونه گیری تصادفی میکنم، برآوردگر تصادفی میسازم، معنیش اینه که من یه ذره واریانس میپذیرم در ازایی که اوریبی ما کم کنم. یا ممکنه یه جاهایی نه، من میگم من یه ذره اوریبی میپذیرم در ازایی که واریانسم رو خیلی کم کنم. یه مثال شاید قبلا هم سر این کلاس زدم، نمیدونم سر این کلاس زدم یا سر درس دیگه هم زدم. در حقیقت مثلا شما فرض کنید که نقطه‌ای که دارید شما میخواید بزنید، یه تماشاگر نمایی اومده تو این نقطه یه لیزر انداخته تو چشمتون. خب یا نه مثلا یه آینه گذاشته نور میخوره، مثلا میخوره تو چشم شما. برای من اگه شما دقیقاً این نقطه رو بخواید نشونه بگیرید، انقدر چشتون سیاهی میره، هی چپ و چوله میزنید، به یه همچین نتیجه میرسید. خب توی همچین جایی شما احتمالاً ترجیح میدید که خب به جای اینکه دقیقاً این نقطه رو نشونه بگیرید، به یه نقطه یه ذره اینورتر نشونه بگیرید که دقیقاً نور تو چشتون نزنه، ولی در ازاش بتونید از مهارتتون استفاده کنید و درست بزنید. یعنی الان شما اگه مسابقه تیراندازی شرکت کرده بودید، از این نحوه هدف زدن خیلی امتیاز بیشتری میگرفتید تا این نحوه هدف زدن. این عین این میمونه که من در ازای کاهش معنادار واریانس یه ذره اوریبی رو پذیرفتم. اوکی؟ پس میخوام بگم که این که من خطام چه شکلیه، چون به این دو عامل وابسته است، یک ترید آفی دارم خیلی وقتا بین اوریبی و واریانس. خیلی وقتا من میتونم برآوردگرهایی بسازم که اوریبی کمی دارن ولی یهو خیلی واریانسشون زیاد میشه. خیلی وقتا میتونم برآوردگرهایی بسازم که واریانس کمی دارن ولی اوریبیشون زیاد میشه. و من باید یه ترید آفی داشته باشم که حتی امکان هم اوریبی هم واریانس رو کم کنم. و معمولا میگم اینجوریه که واریانس اوریبی خیلی کم واریانس زیاد نتیجه میده، اوریبی زیاد واریانس، یعنی واریانس کم اوریبی زیاد نتیجه میده، اوریبی کم واریانس زیاد نتیجه میده. من باید یه جوری این تعادل رو سعی کنم برقرار کنم. و در حقیقت این ایده میتونه به من یه ایده بده برای اینکه برآوردگرهامو با هم مقایسه کنم، در حقیقت کارایی برآوردگرها رو با هم مقایسه کنم. مثلا فرض کنید ستایی که من میخوام تخمین بزنم این نقطه باشه، خب و من سه تا برآوردگر مختلف داشته باشم. یکی توزیعش برآوردگر تصادفیه، من یه پخش شدگی داره اینا، یکی این سبزه باشه تابه توزیعش، تابه چگالیش در حقیقت، یکی این زرده باشه، یکی این یاسیه، حالا یا بنفشه یا نمیدونم ارغوانی، نمیدونم خانما کمک کنن بگن که ما این رنگ چی باید بگیم، آقایون کلن چالش اسم رنگ داریم.
حالا من فعلا با رنگ یاسی ادامه میدم. خب در حقیقت وقتی که نگاه میکنی اینها هر سه تا برآوردگرهای ناوریبی هستن، هر سه تا به طور متوسط واقعا دارن خود تتا رو تخمین میزنن. این کمیت‌های مختلفی، نتایج مختلفی که از این سه تا برآوردگر میگیریم به طور متوسط واقعا داره تتا رو تخمین میزنه. حالا از این سه تا کدومشون بهتره؟ به به، خیلی ممنون، متشکرم. ما این همه اسم گذاشتیم برای این رنگ، دوستمون باز میگه صورتی. خب یه آقا داره راجع به رنگ صحبت میکنه دیگه، از صورتی آبیسی که حالا فعلا گفتیم یاسی. خب در حقیقت این یاسیه اتفاقی که میفته واریانس کمتری از بقیه داره، هم ارسطاشون که به طور متوسط دارن درست تخمین میزنن. خب و برای ما دیگه وقتی بین سه تا که اوریبیشون صفره، در حقیقت این دیکشون انگار هر سه تا صفر، برای ما حالا دیگه فقط سوال واریانسه که کدوم واریانس کمتری داره. و توی این سه تا خب به وضوح این یاسیه از همه واریانس کمتری داره، پس احتمالاً برآوردگر بهتری، قاعدتا این برآوردگر بهتری، چون اوریبی که ندارن هیچ کدوم و خب اون یاسیه واریانس کمتری. منطقه چالش جدیتر وقتی میشه من هم اوریبی دارم هم واریانس. مثلا فرض کنید من کمیت تتایی که میخوام تخمین بزنم اینه و برآوردگرهایی که پیدا کردم در حقیقت این سه تاست، یک این سبز و زرد و این دوباره یاسیه. الان این ستا رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه که این سبز تقریبا هیچ اوریبی نداره ولی به جاش واریانس زیادی داره، خیلی پخش و پلا داره، غیر من چیز میده، نتیجه میده. این یاسیه خیلی واریانس کمی داره، یعنی اصلا نسبت به اون مقدار متوسطش پخش و پلا نیست، ولی مشکلی که داره اینه که به نظر میرسه که یک اوریبی به نظر میرسه که واضحه که یک اوریبی جدی داره. خب به طرز معناداری داره من مقدار متوسطی که میده از تتا فاصله دار. و نهایتا این زرده رو که میبینی، این زرده اوریبیش از این صورتیه یا یاسیه، خود برام بسیار مشکل شدم، از این یاسیه خیلی چیزش کمتره، اوریبیش کمتره ولی خب واریانسش بیشتره. نسبت به سبز واریانسش کمتره و اوریبیش بیشتر. خب ولی همینجوری از قیافه به نظر میرسه که زرده از جفت اینا بهتره، یعنی سبز اگرچه تقریبا هیچ اوریبی نداره ولی واریانسش خیلی زیاده، یاسیه چیزش خیلی زیاده، اوریبیش خیلی زیاده. و این به نظر میرسی که تو تعادل اوریبی واریانس، اوریبیش هم اوریبیش معقوله به نسبت هم واریانسش. اوکی. و در حقیقت همین، من پس در حقیقت دو تا برآوردگر که ساخت داشته باشم به کمک این مین اسکوئرد ارور میتونم در حقیقت کیفیت این دو تا برآوردگرا رو با هم مقایسه کنم. منتها بچه یه چیز رو دقت کنید که من در این کمیت، کمیتی نیست که من به این سادگی بتونم حساب کنم. دقت کنید که من اگه اینو بخوام دقیق حساب کنم نیازمند اینم که فتار داشته باشم. خواهی فتار داشتم که دیگه نمیاندم برآوردش کنم. یعنی در عمل شما وقتی میخواین کار کنید معمولا این فتار ندارید. اوکی؟ پس اگه اینطوره این چیزایی که گفتیم به چه درد میخوره؟ وقتی من تتار ندارم اصلا از چجوری بیام MSE داشته باشم که بخوام MSE رو با هم مقایسه کنم بگم یه برآوردگری بهتر یا بدتر؟ همین چالش چیه؟ این چالش اینه که من برای محاسبه این کمیت نیازمند اینم که خود تتار داشته باشم. حالا برای این که توضیح این سوات داشته باشم خود تتار هم باید داشته باشم. ما این تتار داشتم که خب تتار داشتم دیگه، کاری نداشت دیگه، سنشان باید میرفتم برآوردگر براش پیدا میکنم. پس این قصه هایی که من گفتم به چه دردی میخوره؟
کسی ایده‌ای داره؟ تتار تخمینی بذاریم توش؟ تتار تخمینی بذاریم توش؟ تخمین بر اساس همین این نتایج به دست اومده. و مثلا فرض کنیم من یه برآوردگر به من دادن X، یه برآوردگر دادن Y، بعد من امید X منهای تتا رو به توان دور میخوام حساب کنم با برآوردی که از این به دست آوردم استفاده کنم یا این. بعد خب اگه برآوردی که از این در آوردم بذارم اینجا که خب این میشه 0. کسی ایده ای نداره؟ دست به دامن احتمال شیم. خب بشیم، ولی چه جوری؟ چیده ای نیست. در حقیقت ما یه بار راجع به یه چیزی شبیه این قبلا صحبت کردیم اگر که یادتون باشه. ببینید، یادتونه ما یه بار اومدیم راجع به این برآوردگر میانگین میخواستیم صحبت کنیم، گفتیم اگه n به علاوه m تا داده داشته باشیم چه جوری بیاییم تخمین بزنیم، و گفتیم دو تا کار مثلا میتونیم بکنیم. میتونیم این امتای آخرش رو به عنوان امتا مشاهده مجزا بگیریم، این امتای اولش رو به عنوان امتا مجزا، بعد بیاییم مثلا واریانس x بار بعد y بار دوم حساب کنیم و واریانس همه رو هم، و بعد اومدیم مثلا به این نتیجه رسیدیم که اون تخمین دومیه، این تخمین اولیه که این پایین بود، در حقیقت واریانس کمتری از این دومیه داره. دقت کنید که من اینجا جفت این گزینه ها رو خب میتونستم ثابت کنم که ناوریبن و میتونستم واریانسش رو مقایسه کنم بدون اینکه اوریبی و واریانس واقعی رو داشته باشه، بدون اینکه چیز مقدار واقعی تتا رو داشته باشم، بدون اینکه بدونم میانگین واقعی جامعه چقدره، من تونستم حساب کنم و ببینم که اولا جفت این برآوردگرها ناوریبن بدون داشتن مقدار واقعی، ثانیا تونستم مقایسه کنم و ببینم این واریانس کمتری از این یکی داره. اوکی، در حقیقت این ایده‌ای که ما امروز مطرح کردیم داره به من ایده میده که من چجوری با هم دوتا برآوردگرا رو مقایسه کنم، متر مقایسه من چه شکلیه، این MSE. و در بعضی مواقع هستش که من بدون داشتن ثتا ممکنه بتونم این کمیت MSE رو برای دو تا برآوردگر متفاوت با هم مقایسه کنم. یه موقعی هم نمیتونم، یه موقعی ولی میتونم، کمون که توی این مثال تونستم. توی این مثال بدون که من ثتا رو داشته باشم MSE اون دو تا برآوردگر رو با هم مقایسه کردم. بنابراین در حقیقت این داره چارچوب کار رو به من میده، و وقتی من چارچوب رو دارم خیلی وقت ممکنه یه موقع اتفاقاتی بیفته که من بتونم تو این چارچوب کمیت‌ها رو با هم مقایسه کنم و ببینم که خب اوکی، مثلا این از اون احتمالاً برآوردگر بهتره به خاطر اینکه مثلا خب این واریانس کمتری داره و جفتشون مثلا به یه میزان اوریبی داره، یا مثلا این به نظر میرسه اوریبی 6 برابر اون یکیه و مثلا واریانسشون مثلا همه، پس احتمالاً این یکی از اون یکی بهتره چون واریانس اوریبی یکی 6 برابر اون یکی. اوکی، پس میخوام بگم که من لزوما در مقایسه نیاز ندارم خود ستار داشته باشم، اگرچه که خیلی وقتا تخمین این MSE کار ساده ای نیست. واقعا تخمین MSE موقعی پیچیدگی های جدی داره و به این سادگی ممکن ما نتونیم این کار رو انجام بدیم. اوکی، خب اینم از این. حالا بریم یه مفهوم دیگه ای که خیلی به این وابسته است هم تعریف کنیم. ببینیم بچه ها، من نه یکی از دوم مرسیم میپردازیم که کی ممکنه و کی ممکن نیست، نه خیلی نمیخوام درگیرش بشه، حالا فقط میخواستم این ذهنیت رو داشته باشیم که
یه موقعی ممکن بتونیم این کار بکنیم بدون که تفاوت داشته باشه، یه موقعی ممکن نتونیم و اون موقعی که نمیتونیم مقایسه دوتا برآوردگر ممکنه کاملا چالش برانگیز باشه. یعنی الان کلی کار در مرز علم و دانش توی این ماجرا داره صورت میگیره که خب ما نمیتونیم در حقیقت این چه تخمین بزنیم MSCI و برای این چالش جدی ده. اوکی، اون نکته دیگه که میخواستم بگم این بود که فرض کنید که من این X1 تا XN به من داده شده، خب یعنی N تا مشاهده از یک N تا مشاهده از یک کمیت داده شده و من میام ایکس بار رو نگاه میکنم. در حقیقت این ایکس باری که من اینجا دارم مینویسم یه چیزی از نوتیشن جا افتاده در موردش و اونم اینه که این ایکس بار اینه. یعنی چی؟ این وابسته به اینه که من انتا مشاهده داشتم این ایکس بار رو حساب کردم و حالا اگه مثلا بیام یه ام بزرگتر از ان باشه و ام تا مشاهده بکنم اون وقت من ایکس بار ام رو دارم که به ام تا مشاهده وابسته است. ما معمولا چون میفهمیم منظورمون چیه هم اینو با ایکس بار نمایش میدیم هم اینو با ایکس بار نمایش میدیم. این نکته که من الان میخوام پررنگش کنم این که دقت کنید که این اگرچه اسم هر دوتاش ایکس باره ولی در حقیقت این دوتا برآوردگر متفاوته، خب که در حقیقت خانواده ای از برآوردگرها من دارم که با سایز نمونه من اندیس گذاری شدن. خب یعنی من وقتی می نویسم ایکس بار منظور یک خانواده ای از برآوردگر هاست که اگه این سایز نمونه یک باشه خود نمونه است، اگه سایز نمونه دو باشه میانگین این دو تا، اگه سایز نمونه سه باشه میانگین این سه تا، اگه سایز نمونه 1000 باشه میانگین این 1000 تاست. اوکی، پس در حقیقت ایکس بار که من دارم میگم به نوعی چیزه، یک خانواده از برآوردگر هاست که با سایز نمونه اندیس گذاری شد. اوکی، با این ماجرا همه اوکی؟ بله، خیلی چیزی یکی دو نفری اوکی. خب حالا ببینید، پس من ممکنه حالا تو ستاپ های دیگه، من الان اینجا مثال ایکس بار رو زدم که با سایز نمونه اندیس گذاشته بود، ولی به هر حال من ممکنه چه مثل مثال ایکس بار چه تو جاهای دیگه یک خانواده‌ای در حقیقت از برآوردگرها داشته باشم برای یک کمیتی مثل تتا که با سایز نمونه اندیس گذاری شده. خب حالا توی یا مثال این میانگین یا حالا تو مثال دیگه اون که برآوردگرهای دیگه هم داشته باشم، یک خانواده از برآوردگرها داشته باشم که با سایز نمونه اندیس گذاری شده. خب و خب در حقیقت خیلی وقتا من مثلا این کاری که واسه ایکس بار میکنم و مینویسم ایکس بار، شما میفهمید اگه انتا بود باید میانگین انتا رو بگیرید، اگه انتا بود باید میانگین انتا رو بگیرید، خیلی وقتا اینطوریه که اگه این خانواده معلوم باشه به ازای یه سایز نمونه آی باید من چی کار کنم دیگه برای همشون به اسم همه رو مینویسم به اسم تتا هت، ولی خب خودم حواسم هست که این تتا هت به سایز نمونه هم وابسته است. این خانواده از برآوردگرهای اندیس گذاری شده با سایز نمونه رو من میگم مجانباً ناعوریبه. خب هر کدوم از اینا میگفتم ناعوریبه، مثلا گفتم تتا هت دو ناعوریبه اگر امید تتا هت دو مساوی تتا هت تتا بود. خب حالا میگم اینا مجانباً ناعوریبه اگه که حد آی به سمت بی نهایت بره امید تتا هت آی بشه خود تتا، یعنی سایز نمونه که بزرگ بشه ممکنه هر کدوم از این تتا هت ها اوریب باشن ولی سایز نمونه که بزرگ بشه به طور متوسط واقعا خود کمیت رو تخمین بزنه. در این شرایط میگیم که این برآوردگرمون مجانبا ناعوریبه و من میگم این خانواده از برآوردگرامون سازگاره اگر که حد آی به سمت بی نهایت بره یه MSE شون به سمت صفر بره. خب در حقیقت سازگاری یعنی چی؟ سازگاری یعنی که هم مجانبا ناعوریب باشه، یعنی که وقتی که سایز نمونه به سمت بی نهایت میره دیگه آن ابریج واقعا خود کمیت رو تخمین بزنه، هم وقتی سایز نمونه به سمت بی نهایت میره واریانس صفر بشه و
برای من سازگاری میشه مجانب و ناوریبی به علاوه یه واریان صفر شدن در حد، وقتی که در حد وقتی که سایز نمونم بزرگ و بزرگتر میشه. اوکی، به عنوان مثال این برآوردگر MSD که داشتیم، مین اسکوئر دیوییشن که بود، امید در حقیقت چیز برآوردگر بود، مجموع آی مساوی 1 تا ان ایکس آی من ایکس بار به توان 2 تقسیم بر ان. خب این برآوردگر یادتونه، در حقیقت ما اول قبل از اینکه اس دو رو بسازیم اول به نظر می اومد که این گزینه خوبی ها واسه تخمین واریانس. خب و در حقیقت دیدیم که این واقعا اوریب چیزه، این اوریبه در حقیقت، به طور متوسط اگه اینا حساب کنیم متوسطش میشه ان منهای 1 انوم سیگما. بنابراین اگر که اینو به طور یعنی حد ان به سمت بی نهایت بره، این در حقیقت میشه خود سیگما دو. برای من MSD که من داشتم مجانبا ناوریب. اوکی، یعنی MSD اگرچه اوریبی داشت ولی خب با بزرگ شدن سایز نمونه اوریبیش هی داره کمتر و کمتر میشه. در حقیقت اوریبیش هست سیگما دو انوم که هرچی ان بزرگتر بشه کوچیکتر میشه. بنابراین در حقیقت اوریبی من وقتی در حد صفر میشه، وقتی ان به سمت بی نهایت بره اوریبی من به سمت صفر میره. بنابراین MSD در حقیقت یک برآوردگر مجانبا ناوریبه برای سیگما دو. اوکی، یا فرض کنید من مثلا به عنوان مثلا میانگینی نمونه رو من استفاده کردم برای تخمین میانگین واقعی. خب اگه من بیام در حقیقت، خب من اگه سایز نمونم n باشه MSE n خواهم داشت دیگه، مین اسکوئر ارور n خواهم داشت. خب در حقیقت به ازای هر n‌ی سایز نمونم n باشه من یه مین اسکوئر اروری دارم، n رو تغییر بدم مین اسکوئر ارور هم تغییر میکنه. خب با توجه به تجزیه اوریبی واریانسی که داشتم، MSE n چی میشه؟ میشه اوریبی به توان دو بله و واریانس x بار. خب امید x بار که میدونم واقعا خود میوه، وقتی هر کدوم از x آی ها میانگینش خود میوه، امید x بار همیشه میو، برای من اوریبی که اصلا ندارم. برای من MSE n من دقیقا میشه واریانس x بار. واریانس x بار هم خب در حقیقت من اگه x1 تا xn n تا نمونه آی آی دی باشن میشه واریانس x تقسیم بر n دیگه. خب بنابراین حد n به سمت بی نهایت بره مین اسکوئر ارور من میشه صفر. بنابراین x بار یک برآوردگر سازگار برای میو. اوکی، یعنی اگه من میخوام میو رو تخمین بزنم بکنم که x بار سعی کنم این کار رو بکنم، اتفاقی میفته اینه که در حد من دقیقا خود میو رو پیدا میکنم. یعنی اگه شما سایز نمونتون رو بزرگ و بزرگتر بکنید دیگه واقعا واقعا خود میو رو پیدا میکنید. اوکی، این چیزی که اگه یادتون باشه که دو جلسه قبل بودش که این مثال آر رو داشتیم میدیدیم که سعی میکردیم با میانگی نمونه میانگی تخمین بزنیم و هی سایز نمونه رو بیشتر بیشتر میکردیم، میدیدیم دیگه واقعا هی نزدیکتر نزدیکتر داره به میو میشه. در حقیقت اون به خاطر سازگاری x بار بود که این اتفاق میافتاد. یعنی ما سایز نمونه رو به سمت بی نهایت میل بدیم به چیزه واریانس هم به صفر میاد، اوریبی هم که خب از اول نداشتیم. بنابراین در حقیقت من با بزرگ کردن سایز نمونه دقیقا خود مقدار میو رو میتونم پیدا کنم. یعنی اگه سایز نمونه رو به بی نهایت میل بدم میو رو به طور بدون هیچ خطایی میتونم تخمین بزنم. اوکی، این پس یکی دوتا مثال ساده راجع به این قصه مجانبا ناوریبی و در حقیقت سازگاری. تا اینجا نکته خاصی نیستش؟ یکی از دوستان پرسیدن که سایز نمونه اگه بیشتر از جامعه بشه خطا بیشتر نمیشه؟ چرا در حقیقت خطا بیشتر نمیشه؟ در حقیقت من اگه نمونه گیری بدون جایگذاری بکنم مثلا، خب بی‌معناست که من بیشتر از سایز جامعه نمونه بگیرم، به خاطر اینکه دیگه تایه تایش اینه که تمام اعضای جامعه تو نمونه من بیان دیگه. اوکی، پس در حقیقت این بی‌معنه.
اگه منظور نمونه گیری با جایگذاری باشه، نه، هرچی شما سایز نمونه تون رو بیشتر کنید خطاتون کمتر میشه. در حقیقت خیلی وقتها اتفاقی که میفته اینه که من یک کمیتی دارم، مثلا یک کمیتی توزیع پیوسته داره. خب مثلا میگم سوال اینه که به طور متوسط بزنم چه مثال خوبی میتونم بزنم که مثلا به طور متوسط جرم حجمی سیب چقدر؟ خب این ذره مفهوم چالش داریه که یعنی چی به طور متوسط جرم حجمی سیب چقدره. خب این چیزی که یعنی این باز دوباره میره تو چالش فلسفه احتمالی، به خاطر اینکه خب این منظوری نیست که رو همه سیبایی که الان داریم، که به خاطر اینکه خب یه دونه از این سیبا رو من بردارم بخورم، خب تعداد سیبا یه دونه کم میشه. سوال اینه که رو همه اینا یا با اون سیبی که من در نظر گرفته بودم، خب یا سال دیگه یه مش سیب در میاد، آیا با اون سیبا یا فقط همه سیبایی تو تاریخ. خب قاعدتا سال دیگه سیبا که در میاد این عدد تغییر میکنه. بنابراین تو چنین مثالهایی ما خیلی وقتا اینطور در نظر میگیم که ما یه کانسپتی داریم به عنوان سیب و جرم حجمی سیب، و این تصور معقولیه اگر من فرض کنم که هر سیب جدیدی که تولید میشه جرم حجمیش تقریبا به طور متوسط جرم حجمیش از همون جرم حجمی همیشگی تولید شده. خب یعنی یک متغیر تصادفی داریم، چون دقتون که دو تا سیب متفاوت هم بگیم که جرم حجمیش دقیقا یکسان نیست. خب یکیش یه جرم حجمی داره، یکیش یه جرم حجمی دیگه داره. برای مثلا من فرض میکنم هر سیب جدیدی که تولید میشه جرم حجمیش در حقیقت از همون توزیع قبلیه. برای من این معنا داره که هی من میگم نمونم رو بزرگتر و بزرگتر کنم تا جرم حجمی رو سعی کنم تخمین بزنم. اوکی؟ و این نمونه بزرگتر بزرگتر کردن این معنیش اینه که سال دیگه سیبای سال دیگر اضافه کنم، اونا رو هم اضافه کنم، سیبای نمیدونم امسال هم اضافه کنم، بعد سیبای دو سال دیگر اضافه کنم. و این معنا داره که هی من نمونه بگیرم برای تخمین یک کمیتی که اون کمیت خودش واقعا میانگین جامعه، که میگم میانگین به معنی این نیستش که من 1000 تا سیب دارم دقیقا میگه، میانگین در آسمان ها نوشته شده یه جرم حجمی سیباست. من مخصوصا هم جرم حجمی مثال زدم، نه جرم نه حجم، به خاطر اینکه ممکنه جرم و حجم و اینا خب به مرور زمان تغییر بکنه و اینا. جرم حجمی حسمون اینه که منطقیه که به مرور زمان خیلی تغییر نکنه. اوکی؟ اگرچه که ممکنه بگی آقا سال به سال خشکسالی داره زیاد میشه، برای من سیب آب کمتر خواهد داشت، برای من جرم حجمش مثلا کمتر میشه. راست میگید، درستم هست. ولی حالا دیگه با مسامحه ما فرض کردیم که میانگین جرم حجمی سیب یه چیز ثابتی. اوکی. خب بریم راجع به ادامه درس. من برای ادامه درس میخوام کارمو با یه مثال شروع کنم. فرض کنید که 4 تا عدد تصادفی از بین عدد 1 تا n داده شده که n مجهوله، یه عدد مجهول ما نمیدونیم. خب مثلا فرض کنید این 4 تا عدد اینا شدن، یکی شده 12، یکی 23، یکی 19، یکی 5. خب و یکی از من خواسته که یه برآوردگری برای n پیدا کنم، هیچ کی تایپ نکنه چیزی یا خواهشن، دستتون رو بالا ببرید و پیشنهاد بدید که n رو چجوری تخمین بزنید. اگر که این 4 عدد 5، 12، 23 و 19 به من داده شده باشن، خب من چجوری اینو تخمین بزنم؟ داوطلب هایی دستشون رو ببرم بالا، فعلا یه داوطلب داریم، کسی دیگه داوطلب نیست که چجوری تخمین بزنیم اینو؟ یه چند لحظه فکر کنید اگه داوطلب دیگه ای نبود و
بعد من به این دوستتون وقت بدم. نظرم مثل فعلا که نیست. بفرماید آقای کریمی. سلام استاد، صدای منو داری؟ سلام سلام. بله. استاد من میگم اون چهار تا عددی که ما داریم ماکسیمومشون رو در نظر بگیریم میشه اون برآوردگری که ما از ذهن داریم. خب پیشنهاد این دوستتون اینه که بیایم ماکسیموم در حقیقت 5 و با هم ترتیب بالا مثلا 12 و 23 و 19 و 5 رو در نظر بگیریم. این یه پیشنهاد. کسی پیشنهاد دیگه ای داره؟ مهربد جوادی بفرمایید. سلام استاد، صدای من هست؟ سلام. بله من میگم بیایم این چارتا رو میانگین بگیریم بعد دو برابرش رو فرض بگیریم. پیشنهاد دوست دیگه‌مون اینه که بیایم دو برابر ایکس بار رو در نظر بگیریم. خب پیشنهاد دیگه در حقیقت این دو تا پیشنهادی که دوستتون دادن مبتنی بر دو ایده متفاوته، جفتشون هم توجیهای خوبی داره. خب که من در ادامه امروز میخوام راجع به این دو پیشنهاد صحبت کنم. این پیشنهاد اول با یه اصلاح کوچیکی که اگه اجازه بدید من یه منفی یکم براش میذارم که حالا میبینید چرا این کار خواهم کرد، در حقیقت به یک چیزی وابسته است که بهش میگن برآوردگر گشت‌آوری. این در حقیقت پیشنهاد دوم دوست، یعنی دوست دوممون چی بود؟ این میگفت آقا این x1 تا x4 که داشتی بیا امید x بار رو حساب کن. خب بیا این چارتا رو ازشون میانگین بگیر، از خودشون اسمش میشه x بار، ببین امید x بار چقدره بر حسب این. خب امید x بار در حقیقت من میدونم چهار تا عدد تصادفی بین یک تا این در بیاریم با امید x1 تفاوتی نداره. خب و امید x1 چقدره؟ در حقیقت امید x1 میشه 1 انو مجموع i مساوی 1 تا n i. خب که خب مجموع i مساوی 1 تا n i میشه n در n به علاوه 1 دوم. یه تقسیم بندی هم که اینجا نشون میشه تقسیم دو برابر میشه n به علاوه 1 دوم. بنابراین خیلی اگه من در حقیقت بیام این n به علاوه 1 دوم با خود x بار، به دقت کنید که امید x بار شد n به علاوه 1 دوم. ما میدونیم x بار هرچی سایز نمونه بیشتر بشه، در حقیقت الان سایز نمونه هم 4 ای بیشتر و بیشتر بشه واریانسش کمتر میشه. یعنی یه چیز طبیعی اینه که در حقیقت من یک آنبایاست استیمیتور الان برای n به علاوه 1 دوم بخوام بسازم، این که بیام n به علاوه 1 دوم با x بار تخمین بزنم، در حقیقت تخمین من از n به علاوه 1 دوم میتونم بذارم x بار، یا معادلن تخمین من از n میشه 2 برابر x بار منهای 1. اوکی؟ پس در حقیقت تو این مثال میشه که اگه میخوایم n رو تخمین بزنیم بیایم 2 برابر 12 علاوه 23 علاوه 19 علاوه 5 تقسیم بر 4 منهای 1 رو بگیریم که من عدد 28.5 میده. اوکی میگه بیا 28.5 تخمین بزن n تو، که البته حالا یه ذره آدم یه حالی میشه که بگیم n رو تخمین بزن بگیم 28.5 یعنی احتمالاً ترجیح میدین یا بگیم 28 یا 29، 28.5 هر چی باشه n نیست دیگه، ولی ممکنه یه موقعی توجیه داشته باشه که شما عدد صحیح هم میخواین تخمین بزنید. واقعا وقتی مثلا شما یه عدد صحیح الان به شما یه عدد صحیح بگن بایتون 1/28 و بایتون 1/29 شما خوب بخواید تخمین بزنید چی رو تخمین میزنید؟ اگه بگن یه عدد صحیح دارید که شما بایتون 1/28 و بایتون 1/29، در حقیقت اگه به زبون واریانسی بخواید تخمین بزنید بهترین گزینه اینه که واقعا 28.5 رو تخمین بزنید. یعنی من به نظرم احتمال عدد تو 28.5 اگرچه غیر منطقی قطعا عدد صحیح من، یعنی عدد من نه 28 نه 29 یا 28 یا 29، 28.5 نیست قطعا، ولی خب 28.5 گزینه بهتری از جفت 28 و 29. 28 و 29 هم اوری من هم واریانسشون بالاست، باش اوری من واریانسشون پایینه ولی اوری من اوری جدی داره.
خب در حقیقت خب بهتر 28 و نیم تخمین بزنیم که در حقیقت چیز میشه، من اوریبی مو از دست میدم به ازای این که گوریانس هم حالا 28 و نیم که فعلا نداره توی این مثال دیم. خب تو حالا همه چی یه دو بیدو بشو گفته بود. در حقیقت میخوام اینکه خیلی وقتا طبیعیه که شما یه عدد صحیح هم بخواین تخمین بزنی، تخمینتون از صحیح عدد غیر صحیح باشه. در حقیقت این پیشنهاد دوستتون حالا گفت دو تا ایکس بار و حالا الان فهمیدین احتمالاً چرا من این منهای یکو گذاشتم، به خاطر اینکه در حقیقت نکتهش این بود که من حدسم این بود که یعنی میخواستم میانگینم با میانگین چیز بخوره، میانگینام با هم بخوره. در حقیقت این کاری که من کردم یک حالت خاصی از این مسئله برآوردگر گشتاوریه. ایده برآوردگر گشتاوری چیه؟ ایده برآوردگر گشتاوری اینه که میگه فرض کنید که شما این x1 تا x کاتون از یه مدل وابسته به یه پارامتر ثتایی تولید شده. یعنی شما یه مدلی دارید، یه متغیر تصادفی دارید که به یه پارامتر مثل ثتا وابسته و کات خروجی ازش گرفتی. حالا یا کات خروجی مستقل یا کات خروجی وابسته که ولی فقط به یه پارامتر ثتا وابسته. خب مثلا تو این مثال من چه این چارتا رو، چارتا عدد تصادفی با جایگذاری در نظر بگیرم، چه چارتا عدد تصادفی بدون جایگذاری، در حقیقت معنا داره که من اینا رو چارتا عدد تصادفی با جایگذاری یا بدون جایگذاری از عدد یک تا n انتخاب کرده باشم. خب اینا جفتش گزینه‌های معناداری، حرفای معناداریه، ولی چه با جایگذاری چه بی جایگذاری این کار رو انجام بدم، میانگین x بار در حقیقت میشه n به علاوه 1/2. بخاطر اینکه میانگین x بار با میانگین x1 برابره، هستش یه چهارم میانگین x1 به علاوه x2 به علاوه x3 به علاوه x4. خب به خاطر خطی بودم من میتونم بنویسم یه چهارم x امید x1 به علاوه چهارم امید x2 به علاوه تا یه چهارم x4. و خب x1 و x2 و x4 3 و x4 هم توزیع هستند، برای من همشون امیدشون با امید x1 برابر، برای من امید x بار همواره با امید x1 برابر. خب چه با جایگذاری چه بی جایگذاری، برای من چه با جایگذاری چه بی جایگذاری، من در حقیقت این 4 تا عدد هستند که حالا میگم یا مستقل یا وابسته از یک مدل وابسته به پارامتر ثتا تولید شده بودن. و ایده تخمین برآوردگری اینه که میگه بیا تو امید x بار رو در نظر بگیر، این یک تابعی از تتا خواهد شد. خب من بدون که تتا رو بدونم چنده، میرم حساب کتاب کنم، کما اینکه اینجا بدونی که من n رو بدونم چنده، اومدم امید x بار رو حساب کردم و وابستگیش رو به n پیدا کردم. خب یه امید x بار رو حساب کن، یه تابعی از تتا میشه. خب ببخشید، بنابراین x بار یک برآوردگری برای f تتا خواهد شد. و اگه ایشالله این جناب f ما وارون پذیرم باشه، f وارون x بار یه برآوردی از تتا به من میده. به این کار میگم برآوردگری گشتاوری. در حقیقت من این کمیتی که قرار بود میانگین x بار باشه رو با خود x بار تخمین زدم. در واقع اومدم x بار رو ساختم و این میانگین رو سعی کردم با این x بار تخمین بزنم. یعنی دیدم این میانگین واقعی چقدر، گفتم آقا ان شاءالله که این میانگین واقعی خیلی نزدیک به این x بار. برای برآوردگری که برای این میانگین تئوریتیک در حقیقت میانگین نظری ساختم شد x بار، و معادلا برآوردگری که برای پارامترم ساختم شد f منهای 1، یعنی این f و وارونش رو تاثیر بدم روی x بار. پس ایده مشخصه دیگه، دقیقا کاری که اینجا کردیم همین بود دیگه. من اول اومدم میانگین تئوریتی که این x1 تا x4 پیدا کردم، گفتم n علاوه 1 دومه، بعد اینو با x بار تخمین زدم و اون وقت رفتم n با n حد پیدا کردم که شد 2x بار منهای 1. اوکی، این ایده من از توی ماجر. بریم یکی دو تا مثال دیگه اینجوری حل کنیم و ببینیم که به چه اتفاقی میفته. مثلا فرض کنیم من سه تا عدد دارم که از یه توزیع نمایی با پارامتر لامدا تولید شدن که لامدا یه مقدار مجهولیه. خب من لامدا رو بخوام تخمین بزنم چیکار میتونم بکنم با این ایده برآوردگر گشتاوری؟ تقریبا لامدای برآوردگر گشتاوری من چی میشه؟
کسی ایده ای داره؟ یعنی اگه سه تا عدد از یه توزیع نمایی با پارامتر لامدا به من بدن، مثلا یکی بگن شاید 2 و 3 دهم، یکی بگن 9 و 4 دهم، یکی بگن 6 و 8 دهم، و به من بگن لامدا رو تخمین بزن. چجوری لامدا رو تخمین بزنم؟ با این ایده برآوردگر گشتاوری. بله بله کاملا درست گفتین هر 24 نفرتون، یعنی هر 23 نفرتون چون یکی اون که منم، در حقیقت ایده اینه که خب من امید ایکس بار رو اگه من این ستا رو بیام میانگینش رو حساب کنم، امید ایکس بار رو میتونم بر اساس لمدا دقیقا حساب کنم دیگه، میشه 1 لمدا یا متغیر نمایی با پارامتر لمدا، در حقیقت امید ریاضیش میشه 1 تقسیم بر لمدا. خب برای من در حقیقت حالا سه تا کپیش هم بگیرم باز میانگینش هم بگیرم امیدش میشه همون امید یه دونش بود که میشه همون 1 تقسیم لمدا. بنابراین یه گزینه اگه من بخوام از ایده گشتاوری استفاده کنم، تخمین من از لمدا میشه 1 تقسیم بر x بار. اوکی، در حقیقت میگه میانگین این سه تا رو بگیر وارونش رو به عنوان تخمینت از لمدا بده. خب این از این. یه مثال دیگه هم بزنم. در حقیقت فرض کنید که من 4 تا عدد تصادفی هم باز دوره از مثال قبلی 4 تا عدد تصادفی از یک تا این دارم، منتها این دفعه عددی که به دست اومده این 4 تا شدن، 9 و 4 و 38 و 13. خب در حقیقت من با این ایده که گفتم n هات من میشه خب 2 برابر x بار منهای 1 که اگه اینو حساب کنیم میشه 31. این مثال یه چالشی داره، شما خوشحالید با این جواب 31؟ نه، در حقیقت همونطور که میدونی ما یکی از عددامون 38، یکی از اعداد 1 تا n 38، وقتی من تخمینی که از n در آوردم 31، یه حالیه دیگه که آقا من داداش دیگه من n هرچی نباشه که میدونم از 38 که بزرگتر مساوی چه تخمینه چرت و پرتیه که به من دادی. خب قطعا به نظر میسه 31 یه چالش جدی داره. خب حقیقت این یکی از چالش هاییه که من با برآوردگر گشتاوری در بعضی مواقع دارم که تخمین های حالا بهتون میگم جلوتر چی. یه مثال دیگه هم بزنم که یه ذره چالش برانگیز باشه. فرض کنید کا تا عدد تصادفی از مجموعه 1 تا این، از این مجموعه که همشون مربع کاملا به من داده شد، یعنی از بین اعداد 1, 4, 9, 16, 25, 36 تا N2، یعنی از بین مربع کامل های بین 1 تا N2، خب به من کات عدد تصادفی داده شده، کات عدد مستقل تصادفی هم داده شده فرض کنیم. خب و به من میگن N رو تخمین بزن. خب چیکار کنم برای این؟ کسی ایده‌ای داره؟ کسی ایده‌ای نداره. در حقیقت من همین بخوام برآوردگر گشتاوری رو بسازم چی میشه؟ در حقیقت اگه این کات عدد من بگیرم امید ایکس بار رو حساب کنم، امید ایکس بار چیه؟ خب میشه 1 n به هر ایکس، هر کدوم این در امید ایکس بار با امید ایکس 1 برابره طبق معمول، چون ایکس 1 تا ایکس کا که هم توزیع هم، بنابراین امید ایکس بار با امید ایکس 1 برابره. حالا امید ایکس 1 چقدره؟ x1 با احتمال 1 n 1 به توان 2، با احتمال 1 n 2 به توان 2، با احتمال 1 n 2 به توان 2، برای من امید x1 میشه 1 n مجموع i مساوی 1 تا کای بخش i مساوی 1 تا n i به توان 2. خب که اینو حساب کنیم، خب مجموع i به توان 2 میشه n در n به علاوه 1 در 2 n به علاوه 1 ششم، یا n هم که به اینجا داشتیم اینجا هم میاد ضرب میشه، میشه n در n به علاوه 1 در 2 n به علاوه 1 تقسیم 6 n، که n صورت و مخرج رو هم ساده کنیم میشه n به علاوه 1 در 2 n به علاوه 1 ششم. بنابراین پیشنهاد اینه که من پیشنهاد برآوردگر گشتاوری اینه که من بیام n به علاوه 1 در 2 n به علاوه 1 ششم با x بار تخمین بزنم. خب
یا معادلن من اینو بازش کنم دو ان حت به توان دو به علاوه سه ان حت به علاوه یک منهای 6 ایکس بار رو بذارم صفر، که این معادل با این میشه که یه معادل درجه 2 بر حسب ان حت دیگه، ان حت میشه منهای 3 به علاوه منهای رادیکال 9 منهای 8 برابر 1 منهای 6 ایکس بار تقسیم بر 4. یا معادلن خب جواب منفیش که دیگه خیلی زاغارته، منهای سه منهای فلان که دیگه ولم کن دیگه، قطعا این که ان حد نیست، ان این نیست، برای من جواب مثبتش رو میگیرم، برای من تخمین ان حد میشه رادیکال 48 ایکس بار به علاوه 1 منهای 3 تقسیم بر 4. پس برآوردگر گشت آوری تو این مثال پیشنهادش اینه که ان حد رو بیا اینجوری تخمین بزن، ان رو اینطوری تخمین بزن. کار دیگه برای برآوردگر گشت آوری نمیتونیم بکنیم اینجا؟ کسی ایده دیگه ای نداره؟ مهرباد جوادی بفرمایید. این یک به توان دو به توان دو تا ام به توان دو انگار انتا عضوان و ما مثلا مهم نیست که داریم به جای هر آی رو میزنه آی به توان دو میزنیم، اون برم داریم آی به توان دو انتخاب میکنیم. پس بیایم از ایکس یک تا ایکس کار هر کدوم رادیکال بگیریم مثل مسئله قبل باش برد. آها، در حقیقت پیشنهاد دوستتون این که بیاین رادیکال x یک تا رادیکال x کار بگیرید. این خب یه عدد تصادفی بین مجموعه 1 2 3 تا n میشه. خب بنابراین در حقیقت خب من میدونم که امید رادیکال x بار، یعنی بخشید رادیکال x بارش در حقیقت امید متوسط، امید میانگین رادیکال x ها رو من بگیرم، خب میشه n علاوه 1 دوم، یا یعنی مثلا قبلیمون میشه دیگه. بنابراین در حقیقت ان حد تو من میتونم بگم دو تا رادیکال x بار به علاوه یک، منظورم از رادیکال x بار برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد اینه که رادیکال x یک تا به علاوه رادیکال x کا تقسیم بر کا. خب در حقیقت اینو بیایم اینطوری تخمین بزنیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که کدوم این دوتا بهتره؟ اون اولیه یا این دومیه؟ به وضوح این دوتا عدد با هم برابر نیستن دیگه، یعنی رادیکال 48 x بار به علاوه 1 منهای 3 تقسیم بر 4 خیلی بعیده بشه که دو برابر رادیکال x بار منهای 1، بعید میدونم که این دوتا با هم مساویان یه اتحاد بشه. حالا بالایی بهتره یا پایینی؟ یکی از دوستان میگه پایینی، خود دومی خودش یه تقریب توش نداره. چه تقریبی داره دقیقا؟ خب رادیکال ایکس بار داریم. کدوم برآوردگر بهتری هن؟ در حقیقت اگه من اینو بخوام ببینم کدوم اینا برآوردگر بهتری هن، نکتش اینه که آدم MSE حساب کنم. خب بزنیم MSE، این کار سختیه حساب کردنش. نه بذارید این تمرین تحویلی این هفتهتون، تحلیلی حساب کردن چیز چالش داره ولی این تمرین تحلیلیتون باشه. بذارید من یه صفحه جدید بذارم. من راستی یادم رفته و هنوز واسه اون یکی سری تمرینتون بذارم، حتی به نفع شما، ولی این انشالله امروز فردا میذارم. آید دای نبیایتون باشه که انشالله یه جا برای تمرین تحویلی سری قبل و این دفعه بذاریم که در حقیقت MSE 2 برآوردگر
این دو تا برآوردگر MSEشون رو حساب کنید ببینید کدوم بهتره، برای برآوردگر بهتره برای. اوکی خب، منتها مسئله فقط این نیست که MSE کدوم بهتره. در حقیقت ببینید، من الان پارامتر این مسئله چی بود؟ اون تتایی که من میخواستم تخمین بزنم تو این مثال چی بود؟ در حقیقت به نظر میسید N بود. آها، یکی دیگه از دوستان میگه N2. حالا من اینجا نوشته بودم N، خب ولی سوال اینه که پارامتر واقعی مثلا N بود یا N2. در حقیقت این دوتا پارامتر به هم تبدیل میشن و این MSE رو که تخمین زنید شما برای N تخمین بزنید، ولی بعدا اگه حال داشتید نگاه کنید که این MSE برای تخمین N و برای تخمین N2 دوتا چیز متفاوت میشه. یعنی اگه شما با این فرمول N تخمین بزنید یا با این فرمول N تخمین بزنید یا با این فرمول N2 تخمین بزنید و با این فرمول N2 رو تخمین بخواید بزنید، یعنی با توان دو این دوتا، به دوتا نتیجه متفاوت میرسید. و سوالی که بالاخره کدوم بهتره؟ دو جواب مختلف ممکنه تو هر دو صورت MSE یکی از اون یکی بهتر باشه ها، خب ولی میخوام بگم که MSE های متفاوت پیدا میکنید. یعنی با استفاده از این شما N حد تخمین بزنید یا N حد به توان دو سعی کنید تخمین بزنید، ممکنه به MSE های متفاوت برسید. خب در حقیقت چالش اصلی که ما داریم اینه که برآورد گشتاوری دو سه تا چالش جدی داره. اولا که ممکنه من نتایج مطلقاً غیر منطقی مشاهده کنم. این اتفاقی بود که سر این مثال 38 افتاد. من این مثال 38 رو که داشتم، در حقیقت من خود 38 رو داشتم، این برآوردگر گشتاری من جواب 31 به من داد. آقا برو 38 رو نگاه کن بعداً یا بگو 31. خب مشکل دومی که برآوردگر گشتاوری داره اینه که در حقیقت وابسته به چیزه، وابسته به پارامتریزیشنه. خب در حقیقت به مقیاس و پارامتریزیشن ربط داره. و اینجا چرا به من دوتا چیز متفاوت داد؟ به خاطر اینکه یه بار من اومدم با اینا به چش خود عددا ایکس آیا نگاه کردم، یه بار اومدم با چش رادیکال ایکس آیا نگاه کردم، و خب با یک کدوم یه نتیجه داد با یک کدوم یه نتیجه دیگه داد. حالا منو تازه درگیر بعدن این کرد که آقا حالا این بهتره یا اون بهتره. خب میخوام بگم که پس اتفاقی که میفته اینه که خیلی وقتا برآوردگری گشتاوری به پارامتریزیشن ربط داره، با تغییر پارامتریزیشن به چیزهای مختلفشون. یعنی من x بار بگیرم یه نتیجه میگیرم، بیام با x دو بارها کار کنم به این نتیجه دیگه میرسم، با e به توان x ها کار کنم به این نتیجه دیگه میرسم، و ما خیلی خوشحال نیستیم. به خاطر اینکه مثلا چه میدونم ما خوشحال نیستیم، مثلا میگم ما با متر کار کنیم به یه نتیجه برسیم، با سانتی متر کار کنیم به یه نتیجه دیگه برسیم، نمیدونم با تو مقیاس لوگاریتمی نگاه کنیم به یه نتیجه برسیم، تو مقیاس خطی نگاه کنیم به یه نتیجه دیگه برسیم. این خیلی چیز خوشحال کننده نیست. پس این دوتا از چالش جدیه که من با برآوردگرای گشتاوری دارم. و سوال اینه که آیا من میتونم حالا یه کار بهتر از این انجام بدم؟ در حقیقت قبل از اینکه بخوام بگم که کار بهتر از این چیه، بریم مثلا به مسئله نگاه کنیم. ببین ما دوباره برگردیم به اول کار. من یه مدل وابسته به یه پارامتر ثتا داشتم و سعی یه مشاهدات x1 تا xk ازش داشتم. یعنی یک مدلی که بر اساس یک پارامتر ثتا وابسته بود یه x1 تا xk به من داد. یه ایده جایگزین برآوردگر گشتاوری اینه که به جای این که من بیام حالا گشتاورا رو سعی کنم با هم منطبق کنم، در واقع بیام این سوال بکنم، بگم که به ازای کدوم ثتا بیش از همه احتمال داشت من این x1 تا xk رو ببینم، در حقیقت یه جورای منطقی ترین جواب یه چیز برعکس ایده. برعکس این یعنی چی؟ به ازای این x1 تا xk کدام ثتا بیشتر از همه محتمل بود؟ یعنی شما به من x1 تا xk رو بدید، خب
من بگم که خب این تتا اینقدر احتمالش، این تتا اینقدر احتمالش، این تتا اینقدر احتمالش، باید بیام اون تتایی که بیشتر از همه محتمله رو جواب بده. پس تتایی که از همه محتمل تره. قبول داد که این احتمالا گزینه خیلی خوبی بود دیگه. منتها در خیلی خیلی از در حقیقت حالا آمار بیزی، بیز به معنای قانون بیزا، یعنی با بیزی با سادزاد نه، بیزی با رزه، خب یعنی آمار بیزی با دایره بیزی نه، آمار بیز، اون که آماری که با بیز ربط داره، در حقیقت ایدش اینه، میگه که برو تتایی رو سعی کن تخمین بزن، یعنی ببین با این مشاهدات برو ببین چه هر کدوم از تتاها چقدر محتمله، اون تتایی که بیشتر از هر محتمله رو ببین. خب این ایده ای آمار بیزی. ولی فعلا حالا ما آمار غیر بیزی داریم کار میکنیم، آمار گردی داریم کار میکنیم. ایدهش اینه که میگه بیا برعکس اینو نگاه کن یه جورایی. خب در حقیقت در این آمار فراوانی گرایانه یا فریکوئنتیستیک، من بتونم کلمه رو درست بگم یه جایزه به خودم میدم، ایدهش اینه که میگه بیا ببین، ببین به ازای هر تتا یه احتمالی داره، شما این ایکس یک تا ایکس کار رو ببینید دیگه، بیا ببین به ازای کدوم تتا، به ازای کدوم تتا بیش از همه احتمال داره شما این ایکس یک تا ایکس کار رو ببینید، به جای این که بیا جواب بدی که به ازای این ایکس یک تا ایکس کار کدوم تتا از همه محتمل تر، بیا سوال برعکس رو جواب بده، ببین به ازای کدوم تتا بیش از همه احتمال داره تو این ایکس یک تا ایکس کار رو ببینید. اوکی. در حقیقت برای اینکه این کار من میتونم بکنم نیاز به یک کمیتی دارم به اسم درست نمایی یا لایکلیهود. درست نمایی ترجمه کلمه لایکلیهوده که فرض کنم من از این مدل وابسته پارامتر تتا x1 تا x کار رو مشاهده کردم. خب حالا اگه x i ها گسسته باشن، خب من یه تابع احتمالی دارم که وابسته به تتا و دیدن مشاهدات x1 تا x کار. دقیقا میگه به ازای هر تتا شما چقدر احتمال داشت که این x1 تا x کار رو ببینید، یا اگه پیوسته بود به جای تابع احتمال میگه تابع چگالی احتمال نگاه کنید دیگه. خب تابع چگالی احتمال که این مقادیر x1 تا x کار که مشاهده کردید تابع چگالی احتمال اینا رو نگاه کنید. به عنوان مثال بیاین تو این مثالایی که داشتیم رو نگاه کنیم. نه این چهار تا عدد تصادفی یک تا n رو که نگاه کنید، خب چقدر احتمال داشت به ازای هر به ازای یه n داده شده چقدر احتمال داشت شما عدد 12 23 19 5 رو ببینید؟ خب در حقیقت احتمالش میشد یک تقسیم بر m به توان 4 دیگه. حالا فرض کنید اگه این 4 تا مستقلن از بین یک تا n تو انتخاب شدن، خب اگر که به شرطی که n بزرگتر از همه اینا باشه، در حقیقت احتمال هر کدوم از این عددا دیدن میشه، احتمال دیدن 12 میشه 1 n، احتمال دیدن 23 میشه 1 n، احتمال همه اینا 1 n میشه 1 n به توان 4. بنابراین احتمال دیدن 12 و 23 و 19 و 5 به عنوان 4 تا مشاهده اعداد با جایگذاری شده از 1 تا n در حقیقت میشه 1 n به توان 4. اوکی. یا اون مثال در حقیقت متغیر نماییه رو اگه یادتون بیاد، خب این 4 تا عدد x1 تا x3 که مشاهده کردیم تابع چگالی اینا تو نقطه x1 x2 x3 چقدر میشه؟ خب تابع چگالی متغیر نمایی میشه لمدایی به توان منفی لمدا x. خب بنابراین احتمال مشاهده، یعنی تابع چگالی تو نقطه x1 میشه لمدایی به توان منفی لمدا x1، تو نقطه x2 میشه لمدایی به توان منفی لمدا x2، تو نقطه x3 میشه لمدایی به توان منفی لمدا x3. اوکی. بنابراین در حقیقت تابع چگالی مشاهده این سه مقدار میشه حاصل ضرب این سه تا متغیر، سه تا کپی مستقل نمایی بگیم، میشه حاصل ضرب لمدایی به توان منفی لمدا x i ها که میشه لمدا 3 ای به توان منفی لمدا سام x i ها. این احتمال این بود که به این داره در حقیقت میگه احتمال این که به اگر لمدا بود من این موادی رو مشاهده کنم میشه حدودا انقدر، حالا دی ایکس یک، دی ایکس دو، دی ایکس سه. خب این تا به چگالی احتمالشونه دیگه، دقت کنید نه دقیقا خود احتمال نیست. اوکی. یا به ازای اعداد تصادفی بین
این کات عدد تصادفی بین یک تا ان دو، یعنی توان دو آ، یک چهار نه تا ان دو، در حقیقت چه این دو به عنوان با اون ورژن رادیکالی در نظر بگیریم چه به عنوان ورژن اصلی، در هر دو صورت فرقی نمی کنه. این عددهایی که می بینیم هر کدوم با احتمال یک انوم، یک کدوم از این انتا عدد هم، و برای در هر دو صورت تا به چگالی احتمال دیدن، تا به احتمال این کات عدد میشه یک انوم به توان کا، باز با فرض جایگذاری. یعنی تو این مسئله فرقی نداره که ان دو رو در نظر بگیرید یا ان، چه با فرمول جذری نگاه کنید، چه با فرمول اصلی نگاه کنید، یعنی چه به خود اینا نگاه کنید، چه به رادیکالشون نگاه کنید، در هر دو صورت این جواب میشه یک انوم به توان کا، فرقی نمیکنه. اوکی، خب یواش یواش داره مشخص میشه که این چیه، ایده چرا باید بهتر باشه. در حقیقت ایده برآوردگر درست نمایی بیشینه یا maximum likelihood estimator در حقیقت اینه که میگه بیاید تتا هت MLE، که MLE میگم مخففه maximum likelihood estimatorه، میگه بیاید اون تتایی رو بگیرید که به ازای اون تتا بیش از همه محتمل بود من این مقادیر رو ببینم. در حقیقت تتایی رو بگیرید که پی تتای x1 تا xk ماکسیموم میشه، یا f تتای x1 تا xk ماکسیموم میشه. خب ببینیم توی این مثالا چه نتیجه میده. در حقیقت توی این مثاله که احتمال یک تقسیم همه تمام 4 بود، بیش از همه چه اینی محتمله که این مقادیر رو بده؟ خب دقت کنید که این احتماله هرچی n بزرگتر بشه کوچیکتر میشه، برای من مینیمم n ممکن رو باید بدم. منتها دقت کنید که اگه n کوچیکتر از 23 باشه احتمال دیدن این مقادیر میشه 0، به خاطر اینکه مثلا اگه من n من بود 22، من با احتمال 0 همچین مقادیر رو مشاهده میکنم دیگه. بنابراین در حقیقت این احتمال، این چیزی که من ننوشته بودم شفاهی یه ذره قبل گفتم، اینه که اگر n بزرگتر مساوی این 4 تا عدد باشه میشه یک انوم به توان 4 و اینا میشه 0. بنابراین n-ی که بیشترین مقدار، بیشترین احتمال رو داره من این مقادیر رو ازش ببینم، دقیقا میشه خود ماکسیموم این عدد که 23 است. اگه n رو بذاریم 23، احتمال دیدن این 4 تا عدد میشه 1/23 به توان 4. اگه اینو کمتر از 23 بذاریم میشه 0. اگه بیشتر از 23 بذاریم میشه 1 انوم به توان 4، که از 1/23 به توان 4 بیشتره، کمتره ببخشید. بنابراین 1/23 به توان 4 بیشترین مقدار احتمالیه که من میتونم پیدا کنم برای دیدن اینا. بنابراین پیشنهاد MLE اینه که خود 23 رو در نظر بگیر، که اگه یادتون بیاد یکی از دوستاتون پیشنهادش این بود که ماکسیموم رو در نظر بگیریم. در حقیقت ماکسیموم اینجا تخمینگر MLE، ماکسیموم لایکلیهود استیمیتور. خب یا بیایم برای مثال نماییه ببینیم. خب ما نماییه این تابه چگالیش رو حساب کردیم، بیایم ببینیم بذاری چه لمدایی این ماکسیموم میشه. خب مشتق میگیریم نسبت به لمدا 0 میذاریم. من از این رابطه نسبت به لمدا مشتق بگیرم، از لمدا 3 مشتق بگیرم، میشه 3 برابر لمدا 2 ای به توان منفی لمدا جمع های مساوی 1 تا 3 x i. اگر از این تیکش، از این تیک دومش مشتق بگیرم، میشه منهای لمدا 3 ضرب در مجموع مساوی 1 تا 3 x i در ای به توان منفی لمدا سیگما مساوی 1 تا 3 x i. خب من این مقادیر رو مساوی 0 بذارم، این دو تا که با هم ساده میشن، چون ای به توان چیزی عدد ناصفره، برای این با هم ساده میشن. متغیر نمایی هم که پارامتر چند باره مثبته، برای لمدا 2 هم مثبته، لمدا 2 ها هم میتونم ثابت کنم، ساده کنم. بنابراین این چیزی که باقی میمونه اینه که 3 مساوی بشه با لمدا برابر سیگما ایکس آی، یا معادلا لمدا بشه 3 تقسیم بر مجموع ایکس آی، یا همون در حقیقت 1 تقسیم بر ایکس بار، در حقیقت سیگما ایکس آی سوم ایکس بار بود دیگه، بنابراین این میشه 1 تقسیم بر ایکس بار. بنابراین توی این مثال لمدا هت MLE با لمدا هت اون روش گشت‌آوری یکسان در میاد، این برآوردگر MLE مون و برآوردگر گشت‌آوری جفتشون میشه 1 تقسیم بر ایکس بار. اوکی، یا بیایم تو این مثال نگاه کنیم. خب تو این مثال چه اتفاقی میفته؟ خب من دوباره گفته بودم یک ارومتانکا مستقل از این که چه n بگیریم چه n2،
و در هر صورت چه من n2 hat mli بگیرم میشه مکسیموم x1 تا x کا، چه n hat mli بگیرم میشه مکسیموم رادیکال x1 تا رادیکال x کا، و این دوتا جفتشون یه جوابه، یکیشون n2 رو داره تخمین میزنه و یکیشون n رو، و اینی که n2 رو تخمین میزنه دقیقا توان 2 اینی که n رو داشت تخمین میزنه. در حقیقت برای mli دوتا اتفاق خوب میفته. اتفاق اول اینجا بود که مثلا حالا من با این مثال زدم، ولی با اون مثال 38 می زدم میدونیم خب جواب 38 می شد. نکته ای که وجود داره اینه که MLE برآوردگر مطلقا غیر منطقی محاله بده، به خاطر اینکه داره اون تتایی رو میگیره که احتمال دیدن این مشاهدات از همه بیشتره، بنابراین احتمالا یعنی احتمالش یا تا به چگالیش اصلا بیشتر برای من عدد صفر خواهد بود، چون تا به احتمال یه جایی مثبته و خب من یه جایی میتونم اینو ببینم، بنابراین قطعا احتمال صفر نخواهد بود. در حقیقت من توی این مثال 31 تا 38 اگر من پیداش کنم، اسلایدشو اینجا بود، آه نه اینجا نیست، ببخشید اینجا، خب توی این مثال در حقیقت من این حتی که دادم احتمال مشاهده این مقادیر ازش صفر بود، به خاطر همین برآوردگر غیر منطقی بود و هممون حالمون گرفته شد که چرا این اتفاق افتاده. منتها MLE با توجه به کاری که داره میکنه محال برآورد غیر منطقی بده، یعنی برآوردی که میده حتما محتمله با اون برآورد من یه همچین مقادیری ببینم. و نکته دوم و جذابش اینه که نسبت به ریپارامتریزیشن هم نابرداست. من اینجا چه با این فرمول N2E رفتم چه با N خود N رفتم، در هر دو صورت جوابش به من شد یه چیزو داد، یعنی چیز معادل داد، یعنی N که از این دو روش مختلف به دست آوردم جفتش یه چیز بود، یعنی چه جذر اینو بگیریم به عنوان N چه ماکسیموم اینا رو بگیریم به عنوان N یه چیز به من میده. اوکی، پس ببینید MLE دوتا خاصیت خیلی مهم داره که هم نسبت به پرمایش‌های مختلف یا ریپارامتریزیشن نابرداست، هم برآوردگر غیر منطقی نمیده. منتها من به خاطر یکی از دوستان میگه که MLE به داده پرت خیلی حساس به داده پرت هست که نه داده پرت چیه؟ خب من الان چیکار کنم؟ اینجا بالاخره یکی از دادام 38 بود، مگه مدلم درست بود؟ خب یکی از دادام شده 38، من نمیتونم 38 رو بندازم دور به خاطر اینکه از بقیه خیلی بزرگتره. در واقع خب 38 یکی از گزینه ها بود و این داده پرت نیست، 38 یک گزینه است و چرت و پرت اتفاق نباید بیفته. خب یه لحظه کنید، نه MLE قصهش نسبت به داده پرت یعنی خیلی ربطی نداره، یه قاطی نکنین این ماجرا رو با هم. دقیقاً به اون نمیگن داده پرت تو این شرح، داده پرت یه قصه دیگه است. وقتی ما راجع به داده پرت حرف می‌زنیم، دقیقاً داده پرت ما زمانی بهش میگیم داده پرت که به این نتیجه برسیم که از مکانیزمی که واقعا انتظار داریم در نیامد. اوکی، حالا بزنین صحبت می‌کنیم راجعش بعدا. پس دقیقاً ام این هم چیز غیر منطقی نمیده، برابر نتیجه غیر منطقی نمیده، هم در حقیقت نسبت به ریپارامتریزیشن نابرداست. پس برخی مزایای MLE، این برخی مزایای MLE من اینکه چی هستش رو گفتم بهتون، ولی نوشتش باشه واسه جلسه بعد، به خاطر اینکه حس میکنم این جلسه یه ذره شلوغ بلوغ شد دیگه، انرژیتون تموم شد، خیلی آنچنان که باید تو این باکسه حداقل فعال نبودید که من میدیدم. برای من این تیکر دیگه نگه میدارم جلسه بعد بهتون میگم از اینجا به بعد. خب شهریار کریمی بفرمایید. استاد جلسه قبل راجع به این که داشتیم برآورد کسر رو داشتیم صحبت میکردیم، گفتید که واریانس پای هت میشه ام تقسیم بر ان منهای یک پای هت در یک منهای آره همچین چیزی، واریانس اون پای هتی که داشتیم میگرفتیم، چون
گفتیم اون اوریب میشه پای حد در یک منهای پای حد از اون استفاده نمی کنیم، درسته؟ به هر حال آره، یعنی حالا تو یکی دو تا از دوستان همون جلسه هم گفتن این مثال جلسه قبل هیچ فرقی با حالت کلی نداشتی که، در حقیقت ما تو دو جلسه قبل برای یه متغیر تصادفی چیز کلی ثابت کرده بودیم که استو ناوریبه و MSD اوریبه. خب این قصه اینجام تکرار میشه دیگه، یعنی در حقیقت پای حد در یکی منهای پای حد اوریبه و اون یکی ناوریب. ممنون، مرسی. خب خسته نباشین و خدا نگهدار.